بسم الله الرحمن الرحیم محور اصلی بحث ما اسلام از منظر کتاب‌های آسمانی است مانند تورات زبور انجیل قرآن در جلسه قبل ما دو سه تا نکته گفتیم که جلسه امروز ادامه اون نکته هاست عرض کردیم ادیان دو نوع است یا ادیان ابراهیمی هست یعنی ادیانی که به حضرت نوح که جد اعلای حضرت ابراهیمه به حضرت ادریس به حضرت داوود سلیمان موسی عیسی پیغمبر اسلام نازل شده اگر غیر از این باشه در تعریف ما نمی گنجه اگرچه بودا از نظر بودائیان محترمند و پیامبر تلقی میشه مثلا یا هندوها یا دیگران ولی در این سلسله بحث ما ادیان غیر ابراهیمی منظور ما نیست و به تعریف در تعریف ما نمی گنجه در جلسه قبل عرض کردیم تمام انبیای ما قبل اسلام مورد احترام اسلامه در عرض ما نیستن اونها در داخل اسلامن یک مسلمان شرط ایمانش اینه باید موسی علیه السلام را بپذیره که پیغمبر بوده است هر مسلمانی باید جزء ایمانشه حضرت عیسی را به عنوان عیسی بپذیره پس اسلام یک نظر خاصی داره به کل انبیا اونها را از مجموعه و یا از واحدهای خودش میداند نه رقیب میداند نه مقابل خود میداند نه حسود خود میداند نه کسی که یا به عنوان مانع تلقی میکند نه اسلام عرض کردیم اونها را در درون خود از واحدهای اولیه خود میداند این بحث قبلی بود اما بحث امروز که کمی دقیقه آدم اهل کجاست این مهمه جغرافیا در ادیان ابراهیمی نظر نقش خاصی داره حضرت آدم از گل کنار خلیج فارسی که در حین خلقت حضرت آدم تا عراق ادامه داشته خلیج فارس چون اون زمان تا وسط عراق ادامه داشته یعنی سطح اقیانوس ها 25 متر الی 50 متر از ارتفاع فعلی بالاتر بوده این باعث شده بود تا نجف امروز خلیج فارس ادامه داشته قبل از اون هم تا شمال عراق ادامه داشته حضرت آدم از گلی آفریده شده است که اون گل امروز محل دفن علی ابن ابی طالبه هم این رو روایات میگه هم اسناد عینی موجود خارجی خارج از ذهن اسناد گلی نشان میده یعنی اگر کسی وارد عراق بشه بغل حرم حضرت علی ابن ابی طالب کوفه است 5 6 کیلومتر فاصله داره اونجا دو رکعت نماز میخونه چون مقام آدمه محل زندگی آدمه پس آدم طبق اسناد زمینی هم اونجا مقام داره نمازی داره برای شیس نمازی داره برای ادریس نمازی داره برای نوح نمازی داره برای ابراهیم پس نجف و کوفه فعلی مجمع الانبیاس خداوند انبیا را به این نقطه فرستاده چون محل تلاقی سقاره است خدا اگر انبیا را در آفریقا مبعوث میکرد عادلانه نبود چون آسیا و اروپا نمیتوانست صدای اونها را بشنوه اگر خداوند انبیا را در اروپا مبعوث میکرد آفریقا و آسیا دور بودند اگر در دورترین نقطه آسیا چین و روسیه و مغولستان مبعوث میکرد اروپا و آفریقا دور بودند خداوند محل تلاقی سه قاره آفریقا و آسیا و اروپا را انتخاب کرد به نام خاورمیانه تا صدای انبیا به همه ملت ها مساوی و عادلانه برسه پس بنابراین اولین مطلب این جلسه این شد
آدم اهل سریلانکا نیست، اگرچه به روایات ما تزریق دادن، به امام صادق هم نسبت دادن. این حرفا مال یهودیانه، میخواهن از قداست عراق بکاهن. در سریلانکا یا سیلان سابق کوه است به نام سرندیب، روایاتی ساختن که حضرت آدم اونجا وجود آمده. نه خیر، حضرت آدم در همین نجف وجود آمده، از گل بغل حاشیه خلیج فارسه. پس بنابراین این هم طبق اسناد موجود در عراق و احکام موجود در مسجد کوفه و آنچه که اسناد انبیا فرمودن، اهل عراقن. خود حضرت ابراهیم از طرف خداوند متعال مأمور شد دو پسری که داشت، اسماعیل و اسحاق رو به دو نقطه دیگر خاورمیانه ببره، هر یکی از نقطه نماینده یک قاره باشه. حضرت ابراهیم، ببینید، آدم عراقی بود، شیس عراقی موند، در عراق موند، ادریس در همون کوفه موند، همون نجف فعلی، بعد از اونها حضرت نوح، بعد از نوح حضرت ابراهیم، همه اینها مجمع الانبیا کردن عراق را. خداوند دستور داد ای ابراهیم پسر کوچکت را ببر فلسطین، اسحاق را اونجا ترک بکن، اونجا بشود مرکز انبیای بنی اسرائیل. ای ابراهیم پسر بزرگت حضرت اسماعیل را ببر حجاز در مکه، اونجا هم بشود مال اسماعیل و مجمع الانبیا از نسل بنی اسماعیل. لذا حجاز، فلسطین، عراق، این مثلث مجمع الانبیاست تا روز قیامت. این فضا فضای دینه، ادیان ابراهیمیه. اسلام که حافظ تمام ادیانه، وارث تمام ادیان هم هست. این را من توضیح میدم، یعنی حضرت موسی هرچه فرموده برای ما مقدسه، اگرچه حجت بودنش در حدی است که در قرآنه. یعنی کل تورات در عصر خودش 100% به همش حجت بود، اما بعد از نزول قرآن اون مقدار برای ما حجته که قرآن آورده. انجیل هم اینطوریه، اون مقدار از انجیل که در قرآن آمده برای ما حجته. پس بنابراین عراق، فلسطین، حجاز ارث انبیاست. هر پیغمبری که وارث انبیاست باید در خاورمیانه کل زمینه و شرایط را جور بکنه تمام بشر بیایه مکه. چرا؟ اسلام عبارت از تسلیمه، ملت‌ها برده دیگران نشوند، لباس سفید بپوشند، به مکه بیان، فقط بنده خدا باشند، بنده، غلام، نوکر احدی نباشند. عبارت را عوض می‌کنم، خداوند فرموده خاورمیانه مال من خداست، اینجا بیت منه، بیت الله الحرام، به ملت‌ها بگید بیایید لباس سفید بپوشید، هر سال مستحب است عمره بیایید هر ماه، اما در طول عمر واجب است مستطیع شدید به حج بیایید، لباس تسلیم و سفید بپوشید، فقط بنده من باشید، آقای خود باشید، نوکر احدی نباشید. به این میگن احکام حج ابراهیمی. انشاءالله در این زمینه توضیح خواهیم داد در جلسات بعد. آخرین جمله این است که انبیا خاورمیانه‌ای‌اند، خاورمیانه مال انبیاست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.